اولین فرزند نسل سوم از خانواده ما بود. بنابراین برای همه افراد خانواده آریانپور و مشایخی عزیز بود. من به جز مادرش تنها فردی بودم که در موقع تولدش در بیمارستان حضور داشتم و شوربختانه در موقع مرگش نیز همراه مادرش وقتی داشت جانش پرواز میکرد حضور داشتم و این جای تأسفه. سالها که ما انگلیس بودیم برای ما می اومد که انگلیسی فرا بگیره. 33 سال قبلم که ما به امریکا اومدیم، مهداد قبلا اینجا بود. پدر بزرگ پدریش یه معمم و آیت الله بود و یکی از اولین نمایندگان مجلس شورای ملی در سال 1285 مشروطه برقرار شد. پدرش پزشک بود، یکی از پزشکان به نام و کرسی دانشگاه و در رشته کودکان داشت و سالها استاد اول دانشکده پزشکی بود. عموی ایشون در فرانسه تحصیل کرده و ایشون نیز رئیس دانشگاه تربیت معلم بود. هر دو پدر و عمو تعداد زیادی کتاب و نوشته در مورد پزشکی و آموزش و پرورش دارند. برادر مهداد دکتر آرمان مشایخی یکی از چشم پزشکان معروف ایرانیه که در امریکا ایالت پنسیلوانیا هست. دایی بزرگ مهرداد کسی بود به نام دکتر امیرحسین آریانپور. فکر میکنم اکثر جوانان ایران، اون کسایی که به رشته جامعه شناسی آشنایی دارن، با او آشنا هستن، با کتابهاش. و او در طول زندگیش که استاد دانشگاه بود 3 نسل جوان ایران رو تربیت کرد. از این گذشته عموی من یا عموی مادرش دکتر عباس آریانپور پایه‌گذار مدرسه عالی ترجمه بود که بعداً الان تبدیل به دانشگاه زبان شده و او کسی است که به تنهایی چندین جلد کتاب دیکسیونر انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی رو به وجود آورد. اجداد پدری خواهر من یا پدری خود من، اینها کسانی بودند که علیه دولت‌های قاجار قیام کردند و 48 سال زیر بار دولت مرکزی نرفتند. مهرداد در چنین خانواده‌ای به دنیا اومده که جمع اجداد در واقع از یک طرف به دانشمندان و هنرمندان و تاریخ‌دانان و ادبا میره، از یک طرف به کسانی که زیر بار زور نمی‌رفتن و مبارزه می‌کردن. نتیجه‌اش مهردادیه که ما می‌بینیم مبارز بود ولی در عین حال مبارز صلح‌آمیز. روشی که این نسل داره به کار میبره ترکیبی از حرکت اصلاحی، مسالمت آمیز و مدنی هست. یعنی امری که در بسیاری از کشورهای جهان که راه انقلابی رو ترک کردن، مثل ایران که دیگه دنبال راه‌های ضربتی و یک شبه و انقلابی نمیره، طبیعتاً راه‌های اصلاحی، مدنی و مسالمت آمیز هست که خب جوان‌ها هم در ایران این راه رو دارن دنبال میکنن.
متاسفانه مرداد در اوج موفقیت سیاسیش و فکریش و همچنین در بهترین سنی که بود ما رو همه رو گذاشت و رفت و خیلی راجع به بنیادی که در فکرش بود صحبت میکرد و متاسفانه در دوران حیاتش نشد این بنیاد برقرار بشه و از طول این یک سال این بنیاد برپا شده. امروز کنفرانس از طریق بنیاد هستش، تمام سخنرانان دعوت شدن و قراره که 3 جایزه اعلام بشه برای کسایی که بهترین تز دکتراشون رو در امور جامعه شناسی می نویسن. می تونن از ایران، اروپا یا امریکا باشن و جوایز در سال آینده داده میشه. یه ددلان هست که تا چه تاریخ باید داده بشه این دکترا. تبریک میگم تأسیس این بنیاد رو و درود میفرستم به اون زندگیات که وصیت فرهنگی از خودش به جا گذاشته و اکتفا نکرده به وصیت مالی و باید دید که خب این وصیت فرهنگی چه اقتضایی داره برای کسانی که حالا گرداننده این بنیاد هستند یا در آینده خواهند بود. مرتضی برادر بزرگمه و از وقتی که من به دنیا آمدم خاطرش با من هست و با بچه که با من بازی میکرد و با هم کشتی میگرفتیم، اون با من کشتی میگرفت و در واقع دفاع از خود رو به من یاد داد و در نوجوانی کتاب ماهیسیای کوچولوی صمد بهرنگی رو به من داد که چشم منو به دنیا باز کرد و خیلی آگاهی بخش بود و خیلی تاثیر گذاشت روی زندگی من و افکار من و رشته‌ای که انتخاب کردم و حرفم و همه چی. من برای اتحادیه کارگری کار میکنم، رشتم بهداشت و ایمنی محیط کاره و 17 ساله که در این سندیکا هستم و این همین یه مقدار مدیون این خوندن این کتاب و راهنمای مهرداد بودم که این مسیر رو تونستم انتخاب کنم و یه کاری بکنم که حتی تو امریکا هم فکر کنم که به هر حال سودمنده. یه چیزی که از خصوصیات عالی مهرداد به نظر من این تلفیق فکر و احساس بود که بهتر از هر کسی که میشناسم درش وجود داره داشت و نتیجهش هم این بود که فکر و عملش با هم خیلی میخوند. وقتی که ما صحبت از شهروندی میکنیم نقطه کلیدیش مشارکت اجتماعی در یک گروه معین اجتماعی هست با حقوق معینش و با مسئولیت‌های معینش. بنابراین از یک سو مثل اینکه یک سکه رو در نظر بگیرید، یک سوش حقوقی است که شما ازش برخوردار بشید، یعنی به خاطر شهروند بودن بگن این حقوق به شما تعلق می‌گیره. از طرف دیگه مسئولیتی که شما به عنوان شهروند در مقابل جامعه‌تون دارید، مثلا باید مالیات بدید. جامعه شناس، متفکر و یک کسی که در حال برای تحول جامعه ایران به طرف دموکراسی، به طرف حقوق بشر کتاب‌های بسیار ارزنده‌ای نوشته، یک در حال پروژه اجتماعی سیاسی برای آینده ایران تدوین می‌کرده با خودش، همفکرانش، و من خیلی متاسف هستم که در واقعا وسط عمر و در سنینی که هنوز بسیار پروژه‌ها برای آینده ایران و برای تحقق برنامه‌های سیاسی اجتماعیش داشت در دهد بهبود جامعه ایران واقعا درگذشت. من فقط یه مورد خیلی کوچیک رو میخوام بگم و اون که چقدر آقای مشایخی باور داشت که زنان باید در این مسائل، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، در این جلسات شرکت داشته باشند و این رو هیچ وقت به عنوان شعار یا پشت میکروفون نمیگفتن. هر وقت کنفرانسی برگزار میشد مسئولین جلسه یا سخنرانان تعداد زیادیشون خانم‌ها بودن و میدونم یکی از کسانی که اون پشت تشویق میکرد که این کار انجام بشه دکتر مهرداد مشایخه. میدونم که این در واقع جشن زندگی پربار مهرداد عزیزه. مهرداد اصرار داشت که این شکافی که بین جامعه اینتلیکچوال روشنفکر و نظرپردازان و جامعه مدنی وجود داره، یعنی
مفاهیم، واژه پردازی، تئوری به طور ملموس مسائل اینجایی و امروزی جامعه ما را حل کنه، بدون یک گفتمان سازنده و انتقادی امکان پذیر نیست. ما فکر کردیم کوچکترین کاری که میتونیم بکنیم اینی که این کتاب رو من و کاویان میلانی به مهرداد عزیز تقدیم کنیم و این تکثر بینش و سلیقه رو بازتاب بدیم. بس عجیبیه که یک سال گذشت استم بادم باورم نمیشه سرعت یک سال به ما مهرداد رو ندیم. مهرداد خیلی اهل کار تیمی بود و به خاطر همین هم در ساختن و پرداختن بسیاری از نظریه هاش با آدم رو مشورت میکرد، کار میکرد و من هم این افتخار داشتم که باش در این زمینه خیلی نزدیک باشم. در کتابی که آرام حسامی معرفی کرد، یک آخرین مقاله مهرداد و من هست، اسمش از فراسوی اصلاح و انقلاب محاصره مدنی برای انتخابات آزاد. این بحثی بودش که نزدیک 7 سال پیش آغاز شد و عاقبت متاسفانه به اون جایی نرسید زمان حیات مهرداد و این بخشی به نسبت ناقص این مسئله چاپ شد و دلیلم که به اون صورت چاپ شد به خاطر این بودش که من بعد این امانت رو حفظ میکردم و تا اون جایی که مهرداد بود اون رو مطرح میکردم. دکتر مهرداد مشایخی که شخصا خودم افتخار میکنم به دوستی او، فرد محقق و پژوهشگری بود، ولی تنها یک پژوهشگر ساده نبود، بلکه یک مبارز سیاسی با سابقه هم بود که سراسر عمر دست از مبارزه برای استقرار اندیشه های خودش که چیزی جز دموکراسی و حقوق مردم بود بر نداشت. اما ورای این دانش و تجربه و مبارزه او، شخصیت انسانی و دوست داشتنی مهرداد موضوعی بود که حلقه دوستانش رو همیشه دور او جمع می‌کرد و اونچه که من میتونم بگم اینم که این است که به راستی جاش خالیه و فقدانش فقدانی است که به خوبی حس میشه. من هر کدوم از این مراسم رو که میام، مثل این مراسمی که برای سالگردش گرفته شده، اولین چیزی که به ذهنم میاد این است که جای خودش از همه خالی تره و ای کاش که بود و از صحبت‌های گرمش و اون صدای پرتنینش و دانش و تجربهش استفاده میکرد. اولین باری که من با مهرداد ملاقات کردم خیلی سال پیش، در زمانی بود که در ایران آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود و ما مدتی بود که یک امکاناتی پیدا کرده بودیم که گاهی با ترس و لرز بیایم خارج و در بعضی جلسات یک حرفایی بزنیم، خیلی با احتیاط، خیلی با دقت و با توجه به خطوط قرمزی که در ایران بود و بعد برگردیم و همبارم وقتی برمیگشتیم تا از فرودگاه میرفتیم خونه نصف العمر میشدیم. اما متاسفم که اینو بگم، در خارج از کشور ما بیشتر مورد حمله قرار میگرفتیم از داخل کشور. ما باید حتما سخنگوی این بخش از واقعیت خارج از کشور باشم که زندگی من و بسیاری از فعالان مدنی که در ایران کار میکردن رو کن فیکون کرد. اون مهم نیست، مهم این است که ما از موهبت زندگی در ایران محروم شدیم و از همه مهمتر ایران از نیرو و انرژی ما که با تجربه شده بود و میدونست چجوری در اون فضای دربسته حرف بزنه محروم شد. اینجا بود که مهرداد برای من اهمیت پیدا کرد. تنها فعالی بود که در اون سالها که من اومده بودم و در جایی یادم نیست کجا یک برنامه هم داشتم و کلی هم مورد اعتراض قرار گرفته بودم به عنوان اینکه شما همه با اون سیستم کار میکنین و اون تحکیم میکنین و از این چیزا که اصلا ما اهمیت نمیدادیم، ولی
مهداد تنها کسی بود که به دیدن من آمد، در جایی که من اقامت داشتم، در خونه‌ای که من اقامت داشتم. من اصلا نمی‌شناختم مهداد مشایخی رو، جوان بود و یک کتاب کوچیک جامعه شناسی هم دستش بود، برای من آورد و من اول فکر میکردم خب فقط لطف کرده و اومده به من خوش آمد بگه، ولی بعد متوجه شدم نه، برحال با یک شخصیت متفاوتی من مواجهم و این شخصیت متفاوت اومده بود از من بپرسه واقعا در ایران چه خبره. دنبال به قول اینجایا دیتا بود، اطلاعات بود، دنبال این بود که بفهمه چه ظرفیتی اون کشور داره اصلا برای اینکه تحول پیدا کنه. وقتی که مرداد از روند ایدئولوژی زدایی صحبت میکرد، به عبارت این تحول سیاسی شخصی خودش رو هم در این نفر مشاهده میکرد که در سالهای بعد از انقلاب داشت به سمت نوعی پراگماتیسم سیاسی عبور میکرد. خودمون هم در مسیر این جریان و تحول به سمت یک نوع از پراگماتیسم عبور میکرد. منظور من از پراگماتیسم رسیدن به جایی بود که برای تحلیل هر موقعیت خاص نیازی به ایدئولوژی پیشین و تئوری‌های از قبل موجود نیست. نقطه پایانی بحثم این که او در حقیقت به یک جمهوری اعتقاد داره که این جمهوری رپرزنتیشنال نیست، به تعبیر این که ما نماینده ای انتخاب نمی کنیم که این نماینده برای مادم العموم در حیرت بمونه در حالا یا کنگره آمریکا یا هر جای دیگه. تحت هیچ شرایطی کثرت رو در جمهوری خواهی نباید تقلید داد و اگر وحدتی هم هست با پذیرش این کثرت است. گفتمان ها و حرکت های اجتماعی، هنجار های اجتماعی بسیار عمیقی در ایران وجود داره و از دل این هنجار ها میتونه گذاره به دموکراسی، از اینجا میتونه حتی آغاز بشه، از اینجا میتونه به جلو بره. بنابراین برای کسانی که در خارج کشور هستن، برای کسانی که تحلیلگر هستن در این مورد قدم میزنن، چشم ما باید به داخل کشور باشه و اون حرکت ها و گفتمان هایی که در داخل کشور وجود داره، به خصوص حرکت های اجتماعی. این راه کوتاه نیست، این راه بدون هزینه نیست و هر ایرانی در واقع باید از خودش سوال کنه که من در چه ظرفیتی و تا چه حد میتونم از خودم مایه بذارم و طبیعتاً نیروهایی که در داخل کشور هستن به شکلی و کسانی در خارج از ایران هستن به شکل دیگری این وظیفه رو به هر حال به نظر من بر عهده دارن.